خیلی از عزیزان خیلی وقتا از من پرسیدن که نمایشگاه ها تو چین چجوریه. من امروز باهاتون بعد از اینکه 2 سال بالاخره این نمایشگاه ها باز شد، امروز یکی از این نمایشگاه هایی که خیلی معروفه در چین، در واقع میشه بزرگترین نمایشگاهی هست که در چین وجود داره به نام CIIE هست، که CIIE China International Import Expo. این نمایشگاه بزرگترین سازه یک پارچه ای که در دنیا وجود داره، 366 هزار متر مربع سازه است، ایندور اگزیبیشن سالون داره که 4 تا از 4 تا از این اگزیبیشن سالون هایی که میبینین تشکیل شده و 2 سال تعطیل بود. این پنجمین دورش از سال 2018 این نمایشگاه در واقع اکسپو، ایمپورت اکسپو توی چین راه اندازی شد. با هم بریم ببینیم چجوری. اگر دوست دارین در ادامه برنامه همراه من باشید. بریم. آماده 1 2 3. خب یه از این راهنماهای چیز گرفتیم، مطالعه کنیم ببینیم کدوم غرفه کجاست. و ای بابا کی حال داره بخونه بابا، ولش کن. نخواستیم میریم یه زرد اصل ماجرا رو میبینیم. رفتیم بابا. خب دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه فرمایید، داخل این نمایشگاه CIIE هستیم که عرض کردم خدمتتون بزرگترین نمایشگاهی هستش که از چین وجود داره. از 4 تا سالن تشکیل شده که این 4 تا سالن هر کدومش 2 طبقه است. حالا من یه بخشش رو با شما عزیزان میرم چون واقعا خیلی بزرگه. 1.5 میلیون متر مربع فقط مساحت کلیشه و الان مثلا تو یکی از این غرفه هایی هستیم که تولید کننده قطارهای پرسرعت چین هستن که در واقع میشه گفت یه تکنولوژی های بسیار منحصر به فرد چینه. و همونطوری که ملاحظه میفرمایین، حتی این وارد شدن جالب است شما عزیزان بگم که وارد شدن داخل این نمایشگاه هم واقعا از هفت‌خان رستم بایستی رد می شدیم. هر کدوم از عزیزان اگه تشریف بیارن ملاحظه خواهید فرمود که قبل از اینکه بیایم، البته منهای اینکه بایستی کلی رجیستر می کردیم از طریق اپلیکیشن برای مثال ویچت، بعد بایستی همزمان 2 روز پشت سر هم تست پی سی آر می دادیم که این تست پی سی آر قطعا بایستی مثبت می منفی می بود، بعد رجیستر کردن بود و کلی مکافات خاص خودش. این نمایشگاه حالا جالب بدونین که در 2 سال گذشته تعطیل بود به خاطر بحث کرونا و در نهایت امسال باز شد بین 5 نوامبر تا 10 نوامبر هست و در حال حاضر مجموعه از کلیه محصولات صنعتی که در چین از صنایع بزرگشون تا صنایع متوسطشون وجود داره اینجا اگزیبیت شده و شما ملاحظه میفهمید که در چه وضعیتی هست. حالا مجموعه از صنایع بزرگشون به اضافه بخشی از صنایع پزشکی و صنایع هوانوردیشون، هوافضاشون و صنایع سنگین در واقع میشه گفت چیزی که در چین وجود داره. پس چین خارجی هم کلن الان بسیار بسیار کمن اینجا. علتش هم تابلوه دیگه، به خاطر همون بحث کرونا و اصلا ورود خارجی کلن سخته. اینجا همون اینجا هم بد نیست این، من این رو به شما نشون بدم پشت سر من، این هواپیمای C919 اون چیزی هستش که چینی ها خودشون تولید کردن و جزی از افتخاراتشونه که ملاحظه میفرمایید. همینطوری میریم جلوتر، حالا در رابطه با بحث اتومبیلشون، صنعت اتومبیلشون خواهید دید و چیزایی که وجود داره. بریم جلوتر ببینیم دیگه اینجا توی این نمایشگاه چی هست. خب دوستان عزیز، اینجا شبیه سازی شده این قطارهای پرسرعته، میتونیم پست بکنیم و حرکت کنیم. حالا این آقایی که مسئولش نیست ولی میگه دگمه ها رو تکون نده، آقا من همیشه دوست داشتم ببینم داخل این صندلی رو بشینیم ببینیم چجوریه.
یه تکونی میشه داد، سرعت‌ها هم نوشته تا 450 کیلومتر و ما بقیه داستانا دیگه. منتظری مسئول مربوطش بیاد تست کنیم و راه افتیم جلو. خب دوستان عزیز، یه چیز جالبی که من لازم میدونستم اینجا واسهتون توی نقشه توضیح بدم، حتما در رابطه با یک جاده کمربند شنیدین. حالا من یه برنامه جداگانه توی این زمینه درست میکنم، ولی این نقشه آخرین نقشه آپدیت شده وان رود وان بلت، اما یه جاده کمربند، اینم کشور ماست. و جالبی که بدونین نقشه که اینها دارن، این تهرانه، این هم بندر عباسه، یعنی نقشه خط در واقع میشه گفت آهنی که قراره ساخته بشه از داخل کشور ما میگذره و جنوب رو به شمال، شرق رو به غرب وصل میکنه. بریم دیگه ببینیم دیگه چیزای جالب اینجا چی داره. خب دوستان عزیز، از قسمت صنعتی در اومدیم اینجا. خیلی جالبه این نمایشگاه، حالا با توجه به اینکه بعد از مدت ها باز شده، همه چی توش هست، هم یه مقداری فشن داخلش هست، یه مقداری لباس هست. این همونطوری که مرزا فهمی پشتر من مثلا این برند یونیکولو هست، یونیکی هست و یه مجموعه کاملی از همه چی تو این نمایشگاه الان تو این کلن سالن دیگه وجود داره. هم اگه ملاحظه فهمه یه از این ماسکای N95 دادن، هر کسی وارد میشه از همین ماسکا باید بزنه و شما هم نمیتونه این ماسک رو در کل این دوره بازدید ورداره و هی هم یه تعدادی از این پلیساشون اینجا واسطن هی تذکر میدن که آیا ماسکتون افتاده باشه پایین، ماسکتون رو بذاریم کامل و اینجوریه دیگه. این هم شرایط غرفه بعد از مدت هاست که باز شده نمایشگاهش. اینجا مجموعه این قسمتی از موزیک نه، چیزای اینسترومنت های میوزیکال اینسترومنت هست و یه بخشی از لباس و همونطوری که باید سر من ببینیم به این صورت. بریم ببینیم دیگه اینجا چیزای دیگه چی داره. تو یکی دیگه از این سالن ها هستیم، اینا انتها نداره واقعا. و با توجه به این که بعد از مدت ها اینو باز کردن، از خیلی از برند ها اینجا وجود دارن و کلن تنوع همه چی وجود داره. از لگو من میبینم، از لوازم خانگی میبینم تا لوازم ورزشی و کلن هر چیزی که همین توی پشت سر من ملاحظه میفرمایی. این دوریه دیگه. دوستانی که علاقه من ببینن نمایشگاه تو چین چجوریه، کلن به این صورت. آقا پر چینی ها، خارجی ها کلن بسیار بسیار کم هستن و اینجا هم غرفه نایک و شمونم آدیداس و لگو هم این وسط هست بالا. بله ما عزیزان ببینین و کلا خیلی بزرگه. نمیدونین که نمایشگاه آدم بخواد فیلم بگیره که تمام نمیشه که، با توجه به این که انواع اقسام چیزایی که وجود داره. بریم یه آبه جلوتر باز ببینیم دیگه چی هست. این قسمت هم همونطوری که ملاحظه میفرمایید یه بخش هست رستوران ها. حالا رستوران هی نمیشه گفت، فست فود اینجا وجود داره و یه سری مغازه و کافی شاپ و کلن خوراکی جات توی این راه رو وجود داره که اگر گرسنه باشین قطعا میتونین مصرف بفرمایید. ملازم حتی چیز هم هست دا خدمتون بگم که یه چیز جالب بایستی حتما بدونین. اگر نمایشگاه توی چین تا ساعت 5 بعد از ظهرن و برای مثال از 5 تا 10 ملاحظ یه روز دو روز یه باری یه چیز متفاوتی رو به نمایش میگذارن و غرفه های متفاوتی هست. روز دوم که در واقع روز نهایی هست، این رو بایستی خاطرتون باشه هر موقع عزیزان که تشریف میارین، از ساعت 12 ظهر به بعد دیگه اینا در واقع میشه غرفه ها رو جمع جور میکنن که بارشون رو میبندن، اینطوری بگم. بنابراین و اگر تشریف آوردین و خواستین برنامه ریزی بکنی، حتما بایستی خاطرتون باشه که لحظات آخر و ساعتهای آخر اینا عملا غرفه هاشون. خب این قسمت هم این سالن هم مربوط به لوازم آرایشی بهداشتیه که از جاهای مختلف دنیا هستن. حتی مستی الان چینی ها اینجا پارتیسیپیت کردن، به خاطر این بوده که
خب شرکت های خارجی واقعا نمیتونن بیان دیگه با توجه به بسته بودن درهای چین، همونطوری که ملاحظه میفرمایید. خب دوستان عزیز، این نمایشگاه CIIE 2022 شانگهای، عزیزانی که میخواستن بدونن نمایشگاه در چین چجوریه، اصلا غرفه هاش چجوریه، خود سالان نمایشگاه در چه وضعیتی هست، امیدوارم که برنامه امروز براتون مفید و جدید و جالب واقع شده باشه. و تا برنامه بعد و یه مطلب جدید دیگه، بای بای.